Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه دیگر از زیر آسمان پاریس با سه گزارش که به نوبت برای هر کدوم توضیح خواهم داد. گزارش اول یادمان بهمن امینی از طرف دوستدارانش که در انتها خواهد بود، توضیحات رو میگویم. اما در ابتدا مسعود فخاری، نقاش سالها ساکن پاریس که نمایشگاهی رو اخیراً برگزار کرد، شانس دیدار با او فراهم شد و از اونجایی که گزارش سوم کمی طولانی است، این گزارش رو به طور خلاصه شده تر، نه البته خیلی کوتاه، خواهید دید و چنانچه مایل بودید تمام اون رو ببینید، حدود 12 دقیقه، میتونید به نشانی که همکنون مشاهده میکنید در سایت تلویزیون ایران فردا از هر دری سخنی ببینید. چند سالی است هنرمندان ایرانی با گالری 89 در شرق پاریس آشنا و آمد و شد دارند، چه آنهایی که از ایران می آیند و چه آنهایی که ساکن این شهر و اطراف آن هستند. علی جمشیدی، مدیر چندین نمایشگاه در این مکان، این بار از مسعود فخاری دعوت کرده است تا کارهایش را به نمایش بگذارد. دیدار با خود او هم هر بار شامل آخرین خبرهای هنری از ایران است. حدث فاصله او با یک تابلو و یا یک هنرمند نقاش ساده نیست. از او پرسیدیم مسعود فخاری را چگونه شناختید؟ در واقع من باید بگم که مسعود فخاری رو من از سال 2007 باش آشنا هستم، با کاراش آشنا هستم و همیشه دلم میخواست که در یک فرصت مناسب نمایشگاهی براش برگزار بکنم. این مجموعه از آثار مسعود فخاری مجموعه ایست سلکت شده از پورتره‌های اون و گشت و گذار علاقمندی که گشت و گذار این آرتیست از زندگی اجتماعی مردم در اطرافش در فرانسه و اون دغدغه‌هایی که به فرهنگ خودش، فرهنگ کشور خودش علاقمند، محصولش اکسپرسیونیست فیگوراتیویه که در کاراش دیده میشه. اون چهره آدم‌های اطراف خودش یا ایدئال‌های خودش یا واقعیت‌های آدم‌ها رو به تصویر میکشونه. خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتاب، پشت جنگل های صرفه، توی رویا توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور با قای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت همانطور که در مقدمه آمد، علی جمشیدی مدیر گالری و مسعود فخاری هنرمند گفتگوهای طولانی درباره نقاشی دارند. پس باید پرسید آقای فخاری، تابلوهای شما از کجا آمده و به کجا خواهند رفت؟
کارهای من معمولا کارهای اولیه من از کارهای روزمره مردم و تمام لحظه های زندگی شروع میشه. بعدا این لحظه ها در زمان های متفاوت فرق میکنه، بعد بیشتر وقتی میرن جلو تمام کارها به کلی اون فرم و اون رنگ و از دست میده، بعد حالت خیلی ساده تر با رنگ های خیلی غلیظ بعد با یک گرافیسم خیلی دیگه تو کارها دیده میشه. به خاطر همون میتونیم ببینیم تو کارهایی که الان که اینجا نمایشگاه گذاشتم یک دوره به خصوصی از سالهای 2014 تا 2019 هستش که در این کارها میشه که کاملا رنگهای خیلی قوی تر و میتونیم یک گرافیسم های به خصوصی رو ببینیم که میتونیم در نقاشی های دوره های مثلا خیلی فیگوراتیو یا مثلا چون تحت تاثیر نقاشی های آلمانی خیلی قرار داشتم به خاطر اکسپرسیونیسم های آلمانی مثل فیشتر، اگوشیل، دیم خیلی تحت تاثیر این کار بودم. بنابراین در به خاطر این در کارها مثلا حتی پورتره ها یه حالت خیلی نگاه هایی که میتونه آدم را در یه لحظه بفهمه این شخص چجوری فکر میکنه، چجوری میبینه، اینها را در کارها میتونیم پیدا بکنیم. دقیقا شما بیشتر دنبال چهره ها هستید یا دنبال صحنه ها؟ ببینید در هر صورت چهره ها همیشه دنبال صحنه هستش، یعنی باید با هم در زمان های متفاوت با هم ترکیب بشه تا بتونیم یک کار رو بخونیم. بعد حتی نقاشی های خیلی ساده تر که تو کارها هم دیده میشه که نقاش های مثل چیز وان گوگ گوگل میگفت که مثلا وقتی طبیعت رو میبینید باید از طبیعت الهام بگیرید، ولی اون الهام که گرفتین باید رنگ های قوی و رنگ های بله. خونه ما قصه داره، بلبلو پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره. خونه ما شادی داره، توی حوزاش ماهی داره، کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره. و ما گزارش بعدی رضا افشار نادری و داستان اسطوره کاوه آهنگر، موضوع سخنرانی ایشان در انجمن فرهنگ آزاد به مدیریت خانم منزلیچی. این سخنرانی مانند دفعاتی در پیش به زبان فرانسه انجام شد، هم به دلیل ارتباط فرهنگ و حضور فرانسویان در این نوع نشست ها و هم اینکه این کتاب به زبان فرانسه نوشته شده. این گزارش رو هم که حدود سخنرانی 70 دقیقه است میتونید در همین نشانی از هر دری سخنی مشاهده کنید. فقط به عنوان نمونه چند دقیقه کوتاه رو در اینجا خواهید دید و همونطور که گفتم به دلیل زمان گزارش سوم این گزارش هم کوتاه خواهد بود. درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. امسال ما در 11 سال انجمن هستیم. Monsieur Reza Afshar Nadavi, il va parler en français, il va parler de son livre. Et son livre s'appelle L'histoire d'un mythe, le forgeron dans le livre des rois de Ferdowsi. Merci, cher Noridé, de m'avoir invité pour la présentation de mon nouveau livre, consacré au mythe du forgeron dans le livre des rois de Ferdowsi. J'ai gardé un très beau souvenir de la fête que vous avez organisée pour Nowruz, qui était absolument magnifique, avec l'intervention de nombreux artistes. C'était sans compter sur les malédictions, sur notre terre chérie sans cesse venant s'abattre,
Hier, la sécheresse qu'il nous fallait combattre. Aujourd'hui, un déluge versant sur la nation. Le livre du forgeron. Alors, le livre que j'ai écrit, le thème sur lequel j'ai travaillé, concerne le mythe le plus patriotique de la culture iranienne. Vous avez de ce côté les noms en persan et cette colonne en avestique. Le même nom en avestique. Alors, les rois pishtadiens, donc les premiers rois, en avestique, ça donne Paradota. Et voilà comment donc, ça se répartit. Alors, je vous lis le passage en persan. چشاهی چنین دید که دار این شهر که از او ایرجش را نبود ایچ بخ یکی روم و خاور دیگر ترک و چین سوم دشت گردان ایران زمین premier pays qu'il va léguer روم و خاور donc le pays de Rome Byzance là donc Proche-Orient ensuite l'autre le pays des Turcs et de la Chine donc l'Asie centrale. Et puis le plus beau, le plus prospère, au milieu, entre les deux, donc le pays d'Iran. و حالا گزارش پایانی که در ابتدا هم وعدش رو داده بودم، بهمن امینی یادبودی برای او. اگر کسانی دور و نزدیک نام و یا کارهای او رو نشناسند، خواهند پرسید چرا این حد و تا این حد؟ پاسخ، نه این گزارش کوتاه شده 16 دقیقه‌ای بلکه تمام زندگی بهمن امینی از نوجوانی تا پایان حیات اوست که سالهای سال چه قبل از تغییر حکومت در مبارزات سیاسیش و چه بعد از تغییر حکومت سالهای زندان، سالهای انتشارات خاوران و و و که در این مقدمه جای گفتن نیست اگر مایل باشید کامل این مراسم روی سایت تلویزیون رنگین کمان وجود داره که میتونید ببینید سخنرانهای بسیار و اتفاقات و دیده‌های بسیار. یاد بهمن امینی گرامی. این رمان ما را به سایه روشن‌های امید و ناامیدی مبارزه جانانه جمهوری‌خواهان
احترام می‌بردیم. جنگندگانی با اطلاعات‌های گوناگون از کمونیسم و سوسیالیسم و آنارشیسم تا جمهوری‌خواهی ملی‌گرا. پس تصادفی نیست که همراه این جمله یاد بهمن این جمله مدام به ذهنم می‌آید. تارپود آنچه بهمن امینی کرد و آنچه می‌خواست بکنم با آرمان‌های آزادی و عدالت بافته شده بود که تحققشان را در جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت و برقراری شهروندی دموکراتیک می‌دید. سال‌های آمد آغازین تبعید درگیر کابوسی که رویاهای انقلاب را در هم پاشیده بود، تبعیدیان از پرسش چه باید کرد خلاصی نداشت. نخستین بار بود از اون سخن این گونه نامونی میشنیدم.
فکر نمی کنم هنوز از بیماریش مطلع بود. À chaque fois que je repense ou que j'évoque la mémoire de notre ami Bahman Amini, je ne peux m'éviter de songer que c'est lui qui m'a fait découvrir la culture perse, et cela au sens le plus large. Et bon nombre d'entre vous présents à cette cérémonie sont venus étayer cette connaissance et le chemin que Bahman avait initié pour moi. Tout cela a commencé à la cité Saint-Pierre à Vincennes, où il avait sa librairie, son imprimerie. خانواده نازنینم
نگاهش به گیسوی بلند زیر لب غمناک خواب ناله زنجیرها بر دستم گفتمش آنگه که از من بگسلم خنده تلخی به لب آورد و گفت آرزوی دلکش است اما دری وقت شومم رهبری امید بست وان سرای سرعه خوشی را زخره های ساحل محرم شکست من به خود لرزیدم از دردی که زد در دل من با دل میگریست گفتمش بنگر در این دنیای کور چشم عهدت چراغ زورمیست گفتمش فانوس ما میدهد از چشم بیداریشان گفتم مادر شبی این گونه گم هیچ آوایی نمیآید سرگلن وقت مردن بر لب مردان نشان من زجا